همراه هستیم با آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم. با سلام و عرض ادب آقای اسماعیلی، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم که رویکرد کشورهای چون آمریکا را در عدم پذیرش طالبان تا چه حد برای آینده افغانستان امیدوار کننده می دانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان شما، باید خط نشان بسازیم که متاسفانه بعد از خروج فاجعه بار و ذلت بار آمریکا از افغانستان، دیگر مردم، نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم جهان، دیگر اون اعتمادی که قبلا به آمریکا داشتن دیگر ندارن، یعنی اعتمادشان از دست دادن آمریکایا و نمیشود روی سخنان آمریکا حساب باز کرد. بله آقای اسماعیلی، چرا علی‌رغم این موضع گیری ها آمریکا سلاح‌های زیادی از خود در افغانستان به جا گذاشته که هم اکنون در اختیار طالبانه و چرا هم اکنون اقدام جدی در رابطه با طالبان انجام نمی‌دهد؟ دلیل این رویکرد متفاوت چیست؟ ببینید، آمریکایی‌ها متاسفانه در سال 2021 نشان دادند که اینا چگونه میتوانند که مورد اعتماد مردم و مخصوص مردم افغانستان باشند. ما با آمریکایی‌ها یک قرارداد امنیتی داشتیم که اون قرارداد امنیتی هم اگر شما یادتان باشند بسیار به سختی به دست آمد، حتی در زمانی که آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان بود، با وسوسه که نمایندگان افغانستان در خیمه لوجرگه به خاطر همین منظور گرد هم جمع شده بودند، اصرار داشتند و آقای مجددی مرحوم خیلی هم اصرار داشتند که اونا به عنوان یک مویسفید و به عنوان کلان افغانستان از آقای کرزی خواهش کردند، تمنا کردند، التماس کردند که قرارداد باید امضا بشن به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان به نفع افغانستان است. اما آقای کرزی ابا ورزید و آن را امضا نکرد. اما زمانی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد، آقای اطمر که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان مقرر شده بودند، اینا اون پیمان امنیتی رو امضا کردند و آمریکایی‌ها خیلی خرسند بودند و همچنین مردم افغانستان امیدوار بودند که آمریکایی‌ها برای یک مدت در افغانستان خواهد ماند تا بالاخره افغانستان بتواند نیروهای امنیتی و انتظامیشان را بازسازی بکنند و بتواند از افغانستان، از حریم افغانستان، چه در مقابل همسایگان در صورت احتمال حمله یا همچنان در قبال توریست ها مقاومت بکنند. اما شما دیدین که این تعهداتی که ما با آمریکا داشتیم، با ناتو داشتیم، با کشورهای دیگر داشتیم، ما پیمان های متعدد و استراتژیک با کشورها داشتیم، اما هیچ کدامشان عملی نشد. آمریکایی‌ها به همه چیز پشت و پا زدن و از افغانستان یک شبه بدون اینکه توجه داشته باشند به مردم افغانستان فرار کردند و تمام تسلیحات و امکانات را که برای اردوی ملی برای نیروهای امنیتی افغانستان فراهم شده بودند یک شبه هم در اختیار طالبا گذاشتند و حالا هم از طالبا به گونه جدی حمایت میکنند. یک ماه پیش شما تمام گزارش ها را دیدین و خبر شدین که سیگر یا اداره بازرس آمریکا اعلان کردند که میلیاردها دلار بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان اختیار شاهوران بیشتر از 5 میلیارد دلار میشه. چگونه میتونن با سخنانی که آقای جان کوربی داشتن فقط بکنن؟ رفتارشان کاملا متضاد هستند و این نمیشود روی آنها حساب باز کرد و درباره اطمینان حاصل کرد که آمریکای آقای طالبان را به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن، چون اونا بر اساس منافعشان اقدام میکنن. هر طور که منافع آمریکا ایجاب بکنن همون کار را خواهند کرد. اگر تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن که همینطور با طالبان به همین قسط تعامل بکنن، پشت پرده تعامل داشته باشن، پشت پرده تعامل میکنن. ولی از زمانی که بدانن که حالا منافعشان بر این است که طالبان را به رسمیت بشناسن، میتونن به رسمیت بشناسن بدون اینکه هیچ گونه توجیه داشته باشن و هیچ گونه جوابگویی به کسی باشن. از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم.